شب میخوام دعوت بکنم از دانیال کاظمی بیاد برامون یک شعبده ای برگزار کنه ببینیم. قهوه آخ جان رامبوت میشه مو این بر مشغول مطالعه باشم و درگیر نباشم؟ مو میترسم از آدم. نه نه ترس کاری با تو نداره. باش مطالعه. دانیال کاظمی قهوه سلام. سلام. حالتون خوبه؟ عالی. خدا رو شکر. شما خوب هستین جناب خان؟ سلام. 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 ایوان نه. قهری با من؟ نه، ما دارم مطالعه با. ما دارم بامداد خمار می‌خوام. باش. آقای علی مردانی جان. می‌خوام براتون یه شعبده بازی جالب انجام بدم. خب من اینجا یه کیسه دارم. یه کیسه درست کردم. توش یه سری کاغذ هست که اسم فیلمه. بهتون نشون میدم. میخوایم با هم دیگه سه تا کلمه انتخاب کنیم. یکیش اسم فیلمه، یکیش یه نقاشیه و یکیش یه عدده. خب؟ یه عدد؟ بله. یه سری فیلم این تو فیلم‌های ایرانی هن. حالا بهتون نشونش میدم. ولی واسه اینکه یکم جذاب‌تر شه میخوام تماشاچی‌ها هم کمکمون کنن. من اینجا چند تا کاغذ سفیدم آوردم. میخوام بدمشون به شما. میشه اینو بگیریدش، یکیشو بردار بقیهشو بده به نفر بعدی. یه سری مدادم اینجا دارم. میخوام اسم یک فیلمی که دوست دارید، فیلم ایرانی، بنویسید روش. یکیشو بردار بقیهشو بده به نفر بعدی، همینجوری تا آخر. یه مدادم بردار بقیهشو بده به نفر بعدی. بله. اسم یه فیلمو بنویس بعد چهار تاش کنید. خب تو اونجا انجام بشه. من اینجا یه کتابم با خودم آوردم، عقاید یک دلقک، هاینریش بول. میخوام از این تو این کتاب رو از طرف من به شما هدیه میدمش که ببینید. کتاب معمولیه، توش تکراری و اینا نیست، واقعا عقاید دلقکی. ممکنه هر جایی که دوست دارید به من بگید هوب. بگید هوب. هوب. کلم عدد این سه بلند نگید، توی ذهنتون عدد رو به ذهنتون بسپارید. عجیب غریبه؟ شماره عدد صفحه؟ نه. خب میتونید، میخواید یادداشتش کنید یا یادتون میمونه؟ یادم میمونه. یادتون میمونه. عدد صفحه رو. بله. کتاب رو میذارمش اینجا. پس الان عدد رو انتخاب کردید. شما نوشتیدش؟ تموم شد. همتون. خب من این پارچه رو میارمش. اگه ممکنه بندازیدش این تو. شما هم تو فیلم یادتون نمیاد، شما هم تاش کنید. آره. خیلی خوب. اون هم هست. تموم شد؟ خب شما بذاریدش این تو. خیلی ممنون. اون آقا هم همینطور. اون آقا هم همینطور. یه دونم دسته. شما هم نوشتید؟ بله. ببخشید. خیلی ممنون. خب من اینا رو خوب قاطیش میکنم. اول امتحان کنیم که همش با هم فرق داره. میشه یه دو سه تا دونه شاید توش در بیاد؟ فکر کنم بیشتر از دو سه تا اومد. خب ببین نداره. بازشون کنید ببینید که بخونیدشون. اینا مهم نیست، فقط میخوایم ببینیم که فرق داره. باشه. چیه؟ پسر آدم دختر حوا. پسر آدم دختر. بله. بعدی چهارراه استانبول و فیلم های دیگه. درسته؟ همش متفاوته. یه بار دیگه. خب اونا رو ممکنه بذاریدشون اونجا. این دفعه میخوام یک دونه بردارید. این یه دونه همون یکی انتخاب کردید. یکیشو از هر جایی که دوست دارید یکی بردارید. میتونید قاطیشون کنید. خوب یکیشو بردارید. قاطی پاتی قاطی پاتی قاطی پاتی. خب این یکی رو دیگه کسی نبینه، فقط خودتون ببینید، تو ذهنتون بمونه. قبوله؟ بله. خب یادتون بمونه. و حالا آخریه، گفتم که یک نقاشی هم هست. من کارتام آوردم اینجا، یه سری کارته، فقط با کارتای همیشگیم فرق داره. اینا رو من خودم روشون نقاشی کشیدم. یکم بچگونه هست ولی موش، قایق، چراغ، درب، خونه، گل، خودکار و از این نقاشی های ساده است. خب ممکنه کل این کارتا رو اینجوری برداریم. ممکنه من با تردستی اون کارتیو که میخوام رو بدم به شما. واسه این نمیخوام اینجا. شما کلش رو بردارید اینجا نگهش دارید لطفا. بالای دستم یه مقداریش رو بریزید هر چقدر که دوست دارید. همین کافیه؟ مطمئنید؟ میخواید عوضش کنید؟ همین کارت رویی رو میخواید؟ بله. این رویه رو بردارید بقیه شو نبینه کسی؟ نه خودتون فقط ببینید. فقط یک سوال، اون کارتی که دیدید با قبلیش فرق داشت درسته؟ فرق داشت. قبلیش میشه این بله بله. بله فرق داره، یعنی یک چیز دیگه است درسته؟ پس کارت تکراری نیست. من اینا رو هم میذارمش این تو. خب پس تموم شد.
الان یک فیلم داریم، یک عدد و یک شکل. جناب خواهم یه عدد، یه شکل، یه فیلم. یک فیلم، یک کلمه است، درسته؟ یه عدد اینجا، یه شکل اونجا، یه شکل اینجا، یه اسم فیلم هم اینجا. از عدد شروع میکنه. میخوام لطفاً توی ذهنتون عدد رو تکرارش کنید، بلند نه، توی ذهنتون. رقم اول. خب معمولاً این کتاب بیشتر از 200 صفحه نیست، یا یک یا دو معمولاً. رقم اولش. خب بریم رقم دوم. مطمئن نیستم ولی بازم ادامه داشت، بیشتر از دو رقم بود، درسته؟ بریم رقم بعدی، رقم سوم. نه رقم بعدی. آه پس تموم شد یا ادامه داشت؟ دیگه فکر نمی کنم بیشتر، همین سه رقم بود، درسته؟ آجا میشه نمیدارش دارید؟ ممکنه شما عدد رو بلند بفهمید چند بودش؟ 133. میشه نشون بدیم من چند نوشت؟ 133. نگاه کن عدادار رو نوش، عدادار رو نوش. این دیگه کتابتکاریه، از کجا فهمی؟ سب کنید هنوز ادامه داره. میخوام فیلمه رو پیداش کنم. فیلمه رو دیدید خودتون؟ فکر کنم نه نمیدونم، مطمئن نیست. فکر کنم دیدم. میدونید بازیگرش کیه؟ میشه به بازیگر، به یه صحنه از فیلم اگه یه چیزایی یادتونه، درسته؟ یه صحنه از فیلم یادتونه. مطمئن نیستم. آره ولی اب نداره، اسم کلمه رو تکرارش کن، کلمه رو تکرارش کن. من رو نگاه کنید، من رو نگاه کنید. آقای گلزار بازی کرد؟ نمیدونم. نگید، راه نماییم نکنید. باش کلمه رو فقط. باش گلزار؟ یکم؟ نه شاید مشکوکم کردیم. مطمئن نیستم از اون. خدا کنه درست بشه. اگر اینه که رادانه. چی بود اسم فیلم ممکن؟ شایدم آره، شایدم ممکنه بفهمید بلند چی بود اسم فیلم؟ بی پولی. بله بی پولی. یعنی چی؟ آیا نعمت الله درسته؟ آیا حمید نعمت الله؟ حمید نعمت الله. یعنی چی؟ توی ذهن شما بود از بین تمام اسمایی که نوشته شد میتونستی درست میبرد. آخری چی بودش؟ یک شکل بود. شکل رو میشه نگاش کنید؟ تصویرشو توی ذهنتون چیز من نمیدونم. بی پولیه. بریم سراغ سوم. چی کار کردی؟ نامزم مغزم درد گرفت. میشه بریم اینو؟ بله میشه ببینینش دوباره. ببینمش؟ نمیخوام، میدونم چیه. نمیخوام به چیزی که بود فکر کنید، میخوام به شکلش فکر کنید. میشه شکلشو تصور کنید تو ذهن؟ باش. باور کن دارم به همون شکل فکر میکنم. میدونم ولی من یه حس نمیدونم. گرما؟ خوف. گرما زندگی هم چیزی؟ مطمئن نیستم. سریع با همین میشه بگید چی بود؟ میشه بگید چی بود؟ خورشید. خورشید رو انتخاب کردید. کارتا توی دست شما بود، شما هر کارتی که میخواستید برداشتید. چطور بود؟ جناب خان عجیب خالی. خیلی خوب. خیلی خوب. خیلی خوب. بابا عجیب غریب. ماشاءالله. خیلی. می‌خواستم بگم که خیلی جذاب بود. قربونه شما. ولی هنوز تموم نشده. تش مونده. بله. قبل از اینکه جناب خان اضافه شه، به شما بچهای پشت صحنه، به بعضی از شماها یه روزنامه دادن، درسته؟ این برنامه در آینده، در چند روز آینده پخش میشه. ولی من که از شما چیزی نخواستم هماهنگ کنیم با هم دیگه یا کلمه خاصی، درسته؟ بله. دفعه اول هم دیگر میبینیم. بله. میشه تاریخ امروز رو بگید؟ امروز چندومه؟ امروز 12 دوازده تیر. تیر 1401. ساعت چنده؟ ساعت؟ دقیقاً 3. ممکنه اونایی که روزنامه گرفتن روزنامه رو بیرون بیارن؟ اونایی که روزنامه دارن درش میارن. میشه یکیشون بدیم به من؟ میشه من از شما این روزنامه رو بگیرم؟
روزنامه جامعه جمع این روزا مال امروز صبح. آیا مردونی تاریخش یک شنبه 12 تیر. آنلاین توی سایت جامعه جمع بعدن که این پخش شد میتونیم برین چکش کنیم، درسته؟ بله. این روزنامه امروز صبح پخش شده و ولی تو صفحه 5ش بخش فرهنگ و هنرش اگه این گوشه پایین راستش رو نگاه کنید یه لوگوی خندوانه است و نوشته خورشید دیپولی 133. این روزنامه امروز صبح پخش شده قبل از اینکه این برنامه همینو داریم ضبط بشه. خیلی ممنون. واو خیلی قبلنه اینو یادگاری نگشته. خیلی ممنون شما. خیلی ممنون. من دیگه از این میترسم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. شما میخواستم بگم که شعبده بازی وقتی درست انجام بشه دقیقا مثل همون اتفاقی که برای شما افتاد اون نقاش رو بیدست و باعث میشه که آدم ها فکر کنن که هر چیز غیر ممکنی ممکنه. خیلی مخلصیم. دمت گرم. آفرین باشه. آفرین باشه. خلاص شما. خلاص. مرسی. آفرین. باری کرده. قشنگ 133 بیپولی خورشید خندوانه. آره جام جم. ولم کن آقا. رامبد. جان. این رمزش چیه واقعا؟ مدارم منم نمیدونم واقعا. میلرزم بر خودم رو. من خیلی هم کنجکاو نیستم بفهمم چون نمیخوام اصلا سر در بیارم چه خبره. پسری پسر با ادب و پرهنری، اسم او بود علی مردانی، اسم او بود علی مردانی. فکر نکن که اون الان اینجانی، وی همش تو دل مردم میرفت، ارزش معرفتش همچون نفت. هر سحرگه دم در بر لب جو، گرم و خوشمزه و داغ این لبو. بس که بودان پسرک کار درست، لایک ها داشت به زیر هر پست. آدم از دوبله اش کف می کرد، هوس نیلبک و دف می کرد. هر کجا لانه گنجشکی بود، میست کال است ببینم کی بود. عرض دور کمرش خیلی کم است، عرض دور کمرش خیلی کم است. آخه رامبو جان این چه شکم است؟ هم پدر راضی از او هم مادر، به پا رامبو شکمند بود لادر. ای پسر جان من این قصه بخوان، تو بشو مثل علی مردان خان. برم دوباره ماچش کنم. برم دوباره ماچش. آره ماچش کنم. عزیزم بیا اینجا. آخش شونت بده، شونت بده. بفرما، انقدر محبت داری.
اینقدر ناتنینی. ای جان، ای جان عزیزم، به به، خوش به حالمه دیگه، خوش به حالم. سه تا بوست کردم. این همه شد سه تا؟ بله بله. بچه ها بیاین بیاین، میخوام هدیه بدم به محمد رضا لبخند. بیام اینجا جان تو، بیام همش همینجا برقرار کنیم، همه رو همینجا برگذاریم. بعد لبخند بزنید به تماشاچیه توی خونه با دوربین یک چشم، فقط تبخال نزنی وسطش ها. ده شماره بعدش کنیم. یک دو سه. ده نو هشت هشت شیش پنج دار سه دو یک. ای خدا، سپاس. خیلی ممنون آقا مهدی عزیز. مردی در تبعید ابدی بر اساس داستان زندگی ملا صدر شیرازی، صدر متلهین نادر ابراهیمی. به به، تقدیم به شما. بسیار با ارزشه. مخلصیم. دست گلتون در محمد رضا. ما هم کتاب میخوام هدیه بدم. امروز سه تا کتاب گرفتی ها. چی داری؟ عقاید یک دلقک، زندگی و بامداد خمار. آها، اینا مال منه. بله بله. جدی میگی؟ بله. این کتاب خریدم 400 یورو. تو همون 300 یورو بده. آها. من یه ذره یه لحظه ببخشید. جان، شما این دوستای 4 نفرت کیان بگو؟ وحید فوق‌آزاده، محمود نسیمی، احمد صفاری و نوشته توش داشت ها؟ از طرف محمود نسیمی با عشق. آخ آخ، اینکه خودم هدیه گرفتم نه با میدادم نه؟ بعد داری میگی 400 یورو هم پولش رو بدی. یعنی رفاقت من و محمود نسیمی 400 یورو نمیارزه؟ به محمد رضا چه ربطی داره؟ میدونم اون رفاقت منو بده. بین شما دوتاست، بعدم تازه هدیه گرفتی. میگم 300 تا بده. نه عزیز دل، شما این تندیس قبلی ما رو دارید. بله با افتخار اینم تقدیمت میکنم با عشق. خیلی ممنونم. شما با ما چندی و متشکرم. متشکرم. قربونت برم. متشکرم. قدرشم. خیلی. هر کی میاد میکنم میبرم. خیلی متشکرم از همه تون. بسیار با ارزشه. دست شما خدمت شما. اجازه بدید. محمد رضا به تمام بچه های هیئت دولت هند سلام برسون. شما رو کارت بده برات. بله اینم میریزم. وجدانن میدم. آقا ویل کنترل رو خود شما درگیر با از این بابت هستید. خیلی ممنونم به افتخار خودتون. دست بزنید. متشکرم. ممنون. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. خداحافظ. خدا نگهدارتون. خداحافظ. 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 بفرمایید. رامبو. رامبو. رامبو؟ بله. یه لحظه بیا. رامبو، از گوشه کت محمد رضا یه چیز آنتنداری زده بود بیرون. اون دیدم. چی بود؟ یه چیزی که آنتن داشت. فرستنده یه میکروفونشه. چی؟ فرستنده یه میکروفونش. اینا منم دارم. شما هم داری؟ آره اینا. اینا چیه؟ فرستنده است. چی میفرسته؟ صدامون رو دیگه به این وصله، میفرسته اونجا. صداتون به این وصله؟ ای چیه جلو دهنت؟ این؟ آه. میکروفون. میکروفون مگه اگه گندانیز میگیرن تو دست جلو آدم؟ اون برای خوندنه، این برای حرف زدنه. آه. این سیمش از تو کمرت میاد میره تو این نه؟ آره. کمرت رو ببینم یه دقیقه؟ یه دقیقه پیرنت رو بکنم و ببینم. آی بابا. یه سیمه یه کابل دیگه از اینجا اومده. اینو از اینجا تا یه دقیقه قربونت، ما دلم میخواد ببینم. کاریه عزیزم، چشم نشونت میدم. جان جناب خان یه دقیقه بکن. عزیزت من چرا قسم میخوری؟ میگم نشونت میدم چشم. الان نه. تمام بدنت سیم کشیه نه؟ نه بابا، این با این تا اینجا همین. رام با تو رباتی؟ نه من آدمم. نه یه دقیقه جدن بیا رام بود. از چشمات اشعه میاد؟ نه تو که من میشنسی یه عمره. ما الان سیماتو دیدم، کجا میشنسون؟ تمام این سال متوجه نشدی که من آدمم؟ آدمی واقعا؟ آره. نه جدا ربات نیستی؟ نه بابا آدمی زادم. محمد رضا هم ربات نبود نه؟ نه. این دانیاله ولی 100% رباته. دیدی چی کار کرد؟ دیدی چی کار کرد؟ تو روزنامه چاپ کرده بود. چی جوری اون کار کرد؟ واقعا کسافتکاری بود کار امروزش دیگه.
قبول داری؟ نمیدونم والله، منم سر در نمیارم. بریم برای خداحافظی. بریم چی؟ بریم برای خداحافظی. مکملان گیجم کامل تو بدنت سیمه؟ جانبا چاقو بکنن خون میاد؟ آره بابا، مگه از سیم خون میاد؟ رامبوت بله. برق بره تو از کار میفتی؟ نه آقا، یه دقیقه نور رو بگیرید ببینم از کار میفته. یه لحظه صبر کن بذار من اینو جدا کنم. اون یکی میکروفون رو برام باز بذار. یه دقیقه نور رو بگیر ببینم از کار میفته. نه کامل میشه تاریک شه تا اونجا ببینم چه جوری میشه. اینها نگاه کن. الان صدا اینا. از تو بدنت سیم در آوردی؟ خب الان برق هم نیست، با باتری پس کار میکنی تو؟ خیلی خب نورو بدی. میشه پشت کمر، نه نورو ندین. میشه پشت کمرتو وا کنی باتریاتو در بیارم؟ حاج آقا میشه دستمونو بگیری تو دستت؟ رامبوت باتری قلمی میخوری؟ یا کتابی؟ باتری کار نمیکنم، آدمی زدم. بریم برای خدافظی. آره فقط نور رو ندین همین جوری، مو میترسم نور بیاد. خیلی خوب، تو تاریکی که بیشتر آدم میترسه. به احترام مردم عزیز ایران بلند شین. به احترام مردم عزیز ایران بلند شین. و بلند میگی مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. شما خیلی عزیزین. خدا خیلی حفظتون کنه. در کنار خانواده سب باشید، سب راضی باشید. سب کن رامبوت، سب کن فضا رو یکم ملتهبش کنیم. سب کن. چجوری؟ حالا بگو. از اول بگو به احترام مردم عزیز ایران. به احترام مردم عزیز ایران بلند میشیم و بلند از ته دل میگیم مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. شما خیلی عزیزین. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. در کنار خانوادتون باشید، راضی باشید، پر روزی باشید، خوش روزی باشید و ایشالله که همه مریض ها از بستر بیماری بلند شن. بریم برای خداحافظی. آماده بریم. جناب خان حاضری برای خداحافظی؟ فقط یکم شلوارم خیس شده و الا حاضرم. میگیم همه با هم میگیم شاد باشید. یک دو سه شاد باشید.